نظریه بهبانگ. میخوایم بررسی کنیم که این نظریه در موردش چه چیزی بیان شده و چگونه تونسته به ما کمک کنه برای تعیین عنصرهای سازنده سیارات و جهان هستی. دقت کنید. دانشمندان بر این باورند که سرآغاز کیهان با انفجاری مهیب یا همون مهبانگ همراه بوده که یه چه آن انرژی بسیار زیادی آزاد شده، یعنی در حینی که این انفجار مهیب انجام شده انرژی خیلی زیادی هم آزاد شده و موجب پدید آمدن ذره های زیر اتمی مانند الکترون، پروتون و نوترون بوده که بعد از به وجود آمدن ذرات زیر اتمی عنصرهای هیدروژن و هلیوم تولید شدن، یعنی ذرات زیر اتمی کنار هم قرار گرفتن عناصر هیدروژن و هلیوم رو به وجود آوردن. این نظریه به مهبانگ معروف خواهد بود که گفتیم با توجه به، یعنی میگیم سرآغاز جهان هستی با توجه به این انفجار بزرگ انجام شده که ذرات زیر اتمی و هیدروژن و هلیوم به وجود اومده. دقت کنید. سحابی ها با گذشت زمان و کاهش دما از متراکم شدن گازهای هیدروژن و هلیوم تولید شدند. سحابی ها سبب پیدایش ستاره ها و کهکشان ها هستند. پس جمله خیلی مهم و نکته خیلی مهمیه که خب میگیم سحابی ها چجوری به وجود اومدن و سحابی ها باعث شدن که ستاره ها و کهکشان ها هم به وجود بیان و ساخته بشن. دقت کنید. با توجه گفتیم که نظریه مهبانگ یا همون انفجار مهیبی که انجام شده چی به وجود اومد؟ الکترون، پروتون، نوترون، یعنی ذرات زیر اتمی. ذرات زیر اتمی ما هم بعد هیدروژن و هلیوم رو به وجود آوردن. وقتی هیدروژن و هلیوم به وجود اومد گفتیم با گذشت زمان و کاهش دما چی به وجود میاد؟ سحابی ها. سحابی هم چی رو بر ما تولید میکنن؟ گفتیم ستاره ها و کهکشان ها. پس این فرایند و مراحل جزء به جزء به وجود اومدن ستاره ها و کهکشان ها رو بر ما نشون میده که گفتیم سرآغازش هم یک انفجار مهیب یا همون مهبانگ خواهد بود. نکته: ستاره ها متولد میشوند، رشد میکنند و زمانی میمیرند. مرگ ستاره ها با یک انفجار بزرگ همراه خواهد بود که سبب میشود عنصرهای تشکیل شده در آن در فضا پراکنده بشه. پس وقتی ستاره ها مردن گفتیم با توجه به یک انفجار، حالا این ستاره ها هر کدوم از یه سری عنصر خاصی ساخته شدن، حالا عناصر سازنده اون ستاره ها چیکار میکنن؟ بعد از اون انفجار وارد فضا میشن، یعنی اون عناصر ساخته شده و به وجود اومده با توجه به مرگ ستاره مورد نظر. دقت کنید. ستارگان را میتوان کارخانه تولید عنصرها نامید. گفتیم هر ستاره از یه سری عناصر خاص خودش ساخته شده که گفتیم با توجه به مرگشون و انفجاری که به وجود میاد این عناصر وارد فضا میکنن. پس این ستاره ها هستن که عناصر ما رو تولید میکنن. به خاطر همون میگیم ستاره ها کارخانه تولید عناصر هستن. گفتیم زیرا دمای درون ستاره ها بسیار بالاست و در نتیجه واکنش های هسته ای عنصر های سنگین تر از عنصر های سبک تر به وجود میاد. یعنی با توجه به شرایطی که وجود داره دما بسیار بالاست، یعنی عناصر سبک کنار هم متصل میشن و عنصرهای سنگینتر رو به وجود میارن که علت همینه که گفتیم به ستاره میگیم چی؟ کارخانه تولید عناصر، یعنی عناصر سنگینتر از عناصر سبکتر به وجود میاد. دقت کنیم این نکته. دما و اندازه هر ستاره تعیین میکند که چه عنصرهایی باید در آن ستاره ساخته شود. پس با توجه به دما و اندازه ستاره مورد نظر میتونیم نوع و تعداد عناصر سازنده رو چیکار کنیم؟ مشخص کنیم. میگه هرچه دمای ستاره بیشتر شرایط تشکیل عنصرهای سنگینتر هم بیشتر خواهد بود. یعنی با توجه به دمای ستاره که گفتیم دمای بسیار بالایی دارن، حالا هرچه این دما بیشتر باشه عناصر سنگینتر ما بیشتر تولید میشه. گفتیم عناصر سنگین از عناصر سبکتر ساخته میشن، اونا با هم واکنش میدن، در کنار هم قرار میگیرن، عناصر سنگینتر به وجود میاد. سحابی عقاب یکی از مکانهای زایش ستاره هاست، یعنی یکی از مکانهایی که ستاره ها اونجا به وجود میان سحابی عقاب خواهد بود. دقت کنیم به نکته.
ستارگان پس از چندین میلیون سال نورافشانی و گرمابخشی پایداری خود را از دست داده و در انفجاری مهیب متلاشی شده و اتم‌های سنگین درون آنها در سرتاسر گیتی پراکنده می‌شود. پس اینجا باز متوجه شدیم که چرا ستاره‌ها از بین میرن. گفتیم ستاره‌ها نور انرژی خیلی زیادی دارن، گرمای خیلی زیادی دارن. اما با توجه به این نورافشانی که دارن انجام میدن، مقداری از جرم خودشون از دست میدن. یعنی انرژی که تولید میشه از بین رفتن جرم ستاره ها به وجود اومده که با گذشت زمان گفتیم با توجه به نورافشانیشون مقدارشون کم میشه تا از بین خواهند رفت. پس ستاره ها هم گفتیم میمیرن، از بین میرن، که مشخص شد که حالا در این فرایند از بین رفتن ستاره ها عناصر سنگین تر یا عناصر مختلفی به وجود میاد و در فضا و در جهان هستی پراکنده خواهد شد. مثلا اتم هیدروژن میاد تبدیل میشه به هلیوم، گفتیم عناصر سبکتر میان عناصر سنگین تر رو میسازن. بعد هلیوم میتونه واکنش بده، عنصرهای سبک مانند لیتیوم و کربن رو به وجود بیاره. در فرایند بعدی این عناصر میتونن عنصرهای سنگین تر مانند آهن و طلا رو به وجود بیارن. پس ما میتونیم به این نتیجه برسیم که عناصر سنگین گفتیم به ترتیب از عناصر سبکتر ساخته میشن. حالا هرچی دمای ستاره ما بیشتر باشه، انرژی که تولید میکنه بیشتر باشه، مطمئناً عناصر سنگین‌تر بیشتری تولید خواهد شد. که اینم فرایند و مراحل مختلف تولید عناصرهای مختلف در سیارها و جهان هستی رو برای ما نشون خواهد داد. مثال، چرا ستاره ها را کارخانه تولید عنصر میدانند؟ دقت کنیم به پاسخ. گفتیم ستارگان پس از نورافشانی و گرمابخشی پایداری خودشون از دست میدن و از بین میرن. وقتی پایداری خودشون از دست دادن، گفتیم با توجه به انفجار مهیب و افزایش انرژی تولید شده زیاد، اتم های سنگین تر در اونا در سرتاسر جهان هستی چه پخش میشه و به وجود خواهد اومد. نکته، خورشید نزدیکترین ستاره به ما است که دمای سطح آن به حدوداً 6000 درجه سانتیگراد و دمای درون آن به حدوداً 10 میلیون درجه سانتیگراد میرسد. پس این نشون میده که دمای سطح و دمای درون خورشید خیلی خیلی زیاده، بسیار بالاست. پس انرژی خیلی زیادی داره تولید میکنه. میگیم در هر ثانیه 5 میلیون تن از جرم خورشید کاسته میشود. یعنی با توجه به انرژی خیلی زیادی که داره تولید میکنه که باعث شده افزایش دمای زیادی داشته باشه، در هر ثانیه 5 میلیون تن جرم خورشید از بین میره. گفتیم انرژی که خورشید یا ستاره و سیارهای دیگه دارن تولید میکنن با توجه به چیه؟ مصرف جرم خودشون، یعنی جرمشون تبدیل میشه به انرژی. و در اثر واکنش های هسته هیدروژن به هلیوم تبدیل میشه. پس در هر ثانیه گفتیم 5 میلیون تن از جرم خورشید تبدیل به انرژی میشه. با توجه به گفتیم واکنش‌های هسته‌ای هم، یعنی میاد هیدروژن رو تبدیل میکنه به هلیوم. گفتیم عنصر سبکتر تبدیل میشه به عنصر سنگین. دقت کنید، انرژی تولید شده در واکنش‌های هسته‌ای، ما میخوایم مشخص کنیم برای تولید مثلا مقداری از انرژی چند گرم از جرم اون ماده باید از بین بره، یا اگر مقدار مشخصی از جرم یک ماده ستاره سیاره خورشید وقتی از بین میره چقدر انرژی تولید میکنه. درون ستاره به دلیل انجام واکنش های هسته‌ای انرژی بسیار زیادی آزاد میشود. انیشتین رابطه زیرا برای محاسبه انرژی تولید شده در این واکنش ها ارائه داد. پس ما برای به دست آوردن مقدار انرژی از این رابطه استفاده میکنیم، E مساوی است با MC2. خب در این رابطه ای چیه؟ ام چیه؟ سی چیه؟ ما این رو باید بدونیم چیه؟ چه کمیت هایی هستن؟ با چه یکاهایی؟ بعد بتونیم مسئله هامون رو به ترتیب باشون حل کنیم. دقت کنید، ای انرژی آزاد شده که بر حسب ژول بیان میشه. ام جرم ماده که بر حسب کیلوگرم بیان میشه. سی سرعت نوره که در سرعت نور همیشه ثابته، برابر با 3×10^8 متر بر ثانیه. پس ما میگیم با توجه به این فرمول ای مساوی است با MC2 که مشخص شد که هر کدوم از این کمیت ها چی هستن و چه یکایی باید داشته باشن، حالا با توجه به صورت سوال و اطلاعات داده شده،
یعنی من اگه جرم تغییر کرده رو داشته باشم، جرم کاهش پیدا کرده رو داشته باشم، چون سرعت نورم ثابته، میتونم مقدار انرژی آزاد شده رو بر حسب ژول به دست بیارم. تنها نکته که اینجا ما باید حواسمون باشه تبدیل یکا هست. اگر در صورت سوالی به ما به جای کیلوگرم مقدار گرم ماده رو داد، باید تبدیلش کنیم به کیلوگرم. و میدونیم هر کیلوگرم مساوی است با 1000 گرم. حالا میتونه در صورت سوال به جای که به ما مقدار ژول بخواد، بگه چند کیلو ژول گرما تولید شده. ما با توجه به فرمول داده شده اول میتونیم مقدار ژول به دست بیاریم، بعد مقدار ژول رو تبدیلش کنیم به کیلو ژول. مقدار سی هم که گفتیم همیشه عدد ثابتیه، 3 ضرب 10^8 متر بر ثانیه. بس دقت داشته باشیم برای حل مسائل تعیین مقدار انرژی تولید شده باید یکاها رو حواسون باشه و مقدارهای داده شده یا مقدار خواسته شده رو با توجه به یکاهایی که در فرمول قرار میگیره به دست بیاریم. دقت کنید، گفتیم برای تبدیل واحدها، خب من میخوام ژول رو به کیلو ژول تبدیل کنم یا برعکس، گرم رو به کیلوگرم تبدیل کنم یا برعکس، و میتونم متر رو به کیلومتر تبدیل کنم یا برعکس. برای تبدیل این یکاها ما یه سری تساوی هایی داریم، باید با توجه به این تساوی ها این تبدیل های خودمون انجام بدیم. یعنی برای ژول با کیلو ژول یه رابطه وجود داره، با توجه به اون رابطه‌ای که همیشه ثابت و برابره، میتونیم ژول رو به کیلو ژول و برعکس تبدیلش کنیم. دقت کنیم، میگیم 1 کیلوگرم 1000 گرم، این رابطه ثابته. یعنی من زمانی که میخوام کیلوگرم رو به گرم تبدیل کنم، باید مقدار داده شده رو ضرب در 1000ش کنم میشه گرم، و اگر مقدار گرم رو داشتم تقسیم بر 1000ش میکنم میشه کیلوگرم. پس حواستون باشه اگر بخوام یک کمیت واحد بزرگ مثل کیلوگرم رو تبدیل کنیم به یک یکای کوچیکتر، ما باید اون عدد داده شده رو ضرب در 1000ش کنیم. اما برعکس، اگر ما بخوایم یه یکای کوچیکی مثل گرم رو تبدیلش کنیم به کیلوگرم، مقدار داده شده بر حسب گرم رو تقسیم بر 1000ش میکنیم که تا تبدیلش کنیم به کیلوگرم. مثلا 1.5 کیلوگرم، میخوام ببینم چند گرمه، میگم 1.5 ضرب در 1000 میشه 1500 گرم. و برعکسش، اگر من بدونم 3500 گرم از یه ماده وجود داشته، میخوام تبدیلش کنم به کیلوگرم، 3500 رو تقسیم بر 1000ش میکنم میشه 3.5 کیلوگرم. پس اینو حواسمون باشه برای تبدیل ها. خب برای کمیت دیگه، 1 کیلومتر مساوی است با 1000 متر. اینجا باز مثل همون، برای تبدیل کیلومتر به متر از یکای عدد 1000 استفاده میکنیم، یعنی 1 کیلومتر مساوی است با 1000 متر. نکته بعدی در مورد کیلو ژوله، میگیم 1 کیلو ژول مساوی است با 1000 ژول، که ما تو محاسباتی که برای تعیین مقدار انرژی داریم از کیلو ژول و کیلوگرم بیشتر استفاده میکنیم. گفتیم با توجه به یکایی که برای تعیین انرژی داشتیم باید از یکایی مثلا ژول یا کیلوگرم استفاده کنیم. اگر صورت سوال اطلاعاتی غیر از این به ما داده بود، با توجه به این رابطه های مهم یکای مورد نظر خودمون رو میسازیم، بعد در رابطه قرار خواهیم داد. دقت کنید، گفتیم سرعت نور ثابته با توجه به فضا و در سطح زمین، در کره زمین، در فضای معمولی که ما داریم استفاده میکنیم آزمایشمون رو، سرعت نور ثابته که گفتیم همیشه برابر با 3 ضرب در 10^5 کیلومتر بر ثانیه، یا معادل دیگرش میگیم 3 ضرب در 10^8 متر بر ثانیه، که ما هر دوتا رو داریم، درست هم است. اما ما بیشتر توی علم شیمی برای تعیین مقدار انرژی گفتیم از این یکا استفاده میکنیم، از این کمیت استفاده میکنیم، 3 ضرب در 10^8 متر بر ثانیه. پس اگر تو صورت سوالی هم کیلومتر بر ثانیه به ما داده بود، تبدیلش میکنیم به متر بر ثانیه و در رابطه مقدار انرژیش کار میکنیم قرار میدیم. دقت کنیم به نکته مهم، در نتیجه واکنش های هسته‌ای در خورشید یا همون در سامانه خورشیدی، در هر ثانیه 700 میلیون تن هیدروژن به 695 میلیون تن هلیوم تبدیل میشه. گفتیم در واکنشی که داره انجام میشه، هیدروژن تبدیل میشه به هلیوم، که مقدارش اینه، میگیم در هر ثانیه اینقدر تبدیل داریم. اگر دقت کنیم گفتیم 700 میلیون میشه به 695 میلیون،
خب این 5 میلیون دیگه چی میشه؟ 5 میلیون تن جرمی که از خورشید داره کم میشه به چی تبدیل میشه؟ به انرژی، به انرژی گرمایی یا نورانی. انرژی که نورانی را خورشید داره بر ما، یا انرژی گرمایی که خورشید داره تولید میکنه. اون اختلاف جرمه تبدیل شده به انرژی. مقدار انرژی تولید شده در هر ثانیه از روش زیر به دست میاد. میخوام ببینیم در هر ثانیه که گفتیم 700 میلیون تن هیدروژن به 695 میلیون تن هلیوم تبدیل شده، چقدر انرژی تولید میشه؟ دقت کنید، رابطه رو گفتیم E مساوی است با M C به توان 2. خب M جرم ماده است، C سرعت نور. خب با توجه به اطلاعات داده شده میایم جایگذاری میکنیم. گفتیم 5 میلیون تن، ما گفتیم در رابطه تعیین مقدار انرژی آزاد شده M ما باید بر حسب کیلوگرم باشه. پس من 5 میلیون تن رو تبدیل کردم به کیلوگرم، شد 5 ضرب در 10 به توان 9 کیلوگرم. گفتیم سی که قرار میگیره 3 ضرب در 10 به توان 8 متر بر ثانیه است که مقدار سی را هم قرار دادم، عدد ثابتیه. حالا تا اینجا بحث شیمی ما تموم شده، جایگذاری بوده تموم. حالا میریم سراغ محاسباتش. برای محاسبات ریاضیش باید دقت کنیم. خب دقت کن اینجا، من اینو میام به صورت ساده تر می نویسم. میگم خب 3 ضرب 10 به توان 8 به توان 2 بوده، پس هم 3 به توان 2 میرسه هم 10 به توان 8 به توان 2 میرسه. خب 3 به توان 2 میشه 9، 10 به توان 8 به توان 2 میشه 10 به توان 16. خب من 9 که اینجا به وجود اومده ضرب در این 5 میکنم میشه 45. 10 به توان 9 که اینجا داشتم با یه 10 به توان 16 که اینجا داشتم در هم دیگه وقتی ضرب میشه، گفتیم در ضرب عددهای تواندار یکی از پایه‌ها رو می‌نویسیم، نماها رو با هم جمع می‌کنیم. خب 16 به علاوه 9 شد 25. پس از یه رابطه خیلی ساده و یه محاسبه ساده تونستم مقدار انرژی تولید شده در هر ثانیه از خورشید به دست بیارم، یعنی 45 ضرب در 10 به توان 25 جول که مساوی است با 45 ضرب در 10 به توان 22 کیلو جول. گفتیم برای تبدیل جول به کیلو جول، یعنی یکای کوچیک به یکای بزرگ، باید اون یکا رو تقسیم بر هزارش کنیم. من اگر این عدد رو 45 ضرب در 10 به توان 25 رو تقسیم بر هزارش کنم یا همون تقسیم بر 10 به توان 3 اش کنم، 3 تا از توان صورت من کم میشه، میشه 10 به توان 22. این راه خیلی ساده برای محاسبه مقدار انرژی تولید شده در هر ثانیه از خورشید بود.